چرا خورشید می درخشد؟ در برنامه امروز می خواهم درباره منبع انرژی خورشید سخن بگویم. زندگی انسان 100% به خورشید وابسته است. زمین به گرد خورشید می گردد. اگر خورشید نبود، زمین و سیاره های دیگر راجمان خورشیدی وجود نمی داشتند. این را انسان تا صدی 17 نمی دانست. ولی با این حال چنان به اهمیت خورشید پی برده بود که هزاران سال در بسیاری تمدن‌ها و فرهنگ‌ها خورشید را همچون نیرومندترین خدا می‌پرستید. این از آنجا سرچشمه می‌گیرد که انسان پی برده بود که سخت به تابش خورشید نیاز دارد. در زمستان که خورشید در آسمان کمتاب است، هوا سرد است و درختان و گیاهان رویش ندارند. ولی وقتی خورشید در آسمان بالاتر می رود و روز بیشتر می پاید، زندگی جان می گیرد. بدن ما و جانوران و گیاهان به تابش خورشید نیاز دارد و از آفتاب انرژی می گیرد. گیاه و میوه و گوشتی که ما و جانوران می خوریم به آفتاب وابستند. تابش خورشید است که آبهای سطح زمین را بخار می کند و جریانهای جوی و برف و باران را پدید می آورد، همچنان که اقیانوس‌ها را گرم می‌کند و در انتقال جریان‌های دریایی دخالت دارد. همه انرژی که انسان در سراسر تاریخ به کار برده تا همین اواخر از خورشید سرچشمه گرفته است. زغال سنگ و نفت زایده جنگل‌ها و گیاهانی‌اند که میلیون‌ها سال زیر زمین فشرده شدند. انرژی هیدرولیک زایده آب شدن یخها در کوهستان‌ها و جاری شدن در رودهاست. انسان تا صدی 19 تصور پرسون یا دقیقی از میزان تابش خورشید نداشت، زیرا دانش فیزیک به اندازه کافی پیشرفت نکرده بود. میبایست نخست بگرت یا کنسپت انرژی تعریف شود. میبایست بدانیم که نور و گرما دیسه هایی اند از یک انرژی. میبایست بتوانیم این انرژی را اندازه بگیریم و میبایست فاصله میان زمین تا خورشید را بدانیم. رسیدن به هر یک از این مرحله ها آکنده از دشواری بود. نخستین کسی که توانست انرژی تابشی خورشید را اندازه بگیرد فیزیکدان فرانسوی کلود پویه بود در سال 1838. کاری که پویه کرد این بود که مقدار انرژی را که در هر ثانیه بر 1 متر مربع از سطحی عمود بر پرتوهای خورشید میتابد اندازه گرفت. عددی که به دست آورد بسیار به آنچه اندازه‌گیری های پرسون امروزی میدهند نزدیک است. بنابر این اندازه‌گیری ها خورشید در هر ثانیه انرژی معادل 1400 وات بر سطحی عمود بر پرتوها در بیرون از جو میتابد. با داشتن این عدد میتوان مقدار انرژی را که هر ثانیه بر نیمی از کره زمین میتابد حساب کرد. 1.8 × 10^17 وات. این انرژی سرسام‌آوری است. چون تابش خورشید بر کره زمین تنها در مدت 30 دقیقه بیش از همه انرژی است که انسان در سراسر تاریخش مصرف کرده. اما این انرژی که به زمین میرسد بخش بسیار کوچکی است از انرژی تابشی خورشید، چون خورشید تنها در سوی زمین نمیتابد. نوری که از خورشید به زمین میرسد یک بخش از انرژی است که در سطح کره ای به شعاع فاصله زمین تا خورشید پخش شده است. بنابراین انرژی که به زمین میرسد کمتر از 1 میلیاردم تابش خورشید است. مقدار انرژی که خورشید در هر ثانیه از خود بیرون می‌دهد تابندگی خورشیدی نام دارد و برابر است با 4 × 10^26 وات یا ژول در ثانیه. امروز می‌دانیم که این برابر انرژی 10 میلیارد بمب هسته‌ای 1 مگاتنی در ثانیه است. فیزیکدانان صدی 19 به شگرفی این انرژی پی بردند و از خود پرسیدن چه چیزی آن را پدید می آورد. آنان می دانستند که بنا بر داده های زمین شناختی زمین دست کم 4 میلیارد سال از عمرش می گذرد. پس خورشید هم باید دست کم این اندازه سن داشته باشد. آنان 2 نوع اصلی انرژی می شناختند. یکی انرژی برق مغناطیسی یا الکترومغناطیسی
از آن میان واکنش‌های شیمیایی و دیگری انرژی گرانشی یا جاذبه. اما این دو گونه انرژی نمی‌توانستند تابش خورشید را توضیح دهند. نخست ببینیم که چرا واکنش‌های شیمیایی نمی‌توانند منبع انرژی خورشید باشند. یکی از کارآمدترین واکنش‌های شیمیایی سوخت بنزین است. اگر فرض کنیم که همه جرم خورشید از بنزین است، خورشید می‌تواند 4 ضرب در 10^37 ژول انرژی تولید کند. گفتم که تابندگی خورشید 4 ضرب در 10^26 ژول در ثانیه است. بنابراین با چنین نوع انرژی خورشید می‌تواند تنها 3000 سال دوام بیاورد که بی‌معناست. انرژی گرانشی هم که فیزیکدان آلمانی هلمهولتز و فیزیکدان انگلیسی ویلیام تامسون پیشنهاد کردند نمیتواند تابش خورشید را توضیح دهد. این فیزیکدانان میگفتند که چون خورشید از به هم فشرده شدن ابر اندرختری بزرگی به وجود آمده، این ابر با متراکم شدن و رسیدن به اندازه کنونی خورشید انرژی گرانشی را به گرما تبدیل کرده و باعث درخشیدن خورشید شده. اشکال این است که این انرژی گرانشی میتواند خورشید را تنها 30 میلیون سال به درخشش درآورد، نه بیشتر، که مدت ناچیزی است در برابر سن زمین. مسئله منشأ انرژی خورشید همچنان بیپاسخ بود تا دهه دوم صده 20. در سال 1905 اینشتین دیسول یا فرمول معروف خود ای مساوی است با m^2 را پیشنهاد کرد که میگوید ماده و انرژی معادل هم هستند. بنابراین دیسول مقدار کمی ماده میتواند به مقدار سرسام‌آوری انرژی تبدیل شود. اگر خورشید همه جرمش را به انرژی تبدیل کند، میتواند 1000 میلیارد سال بدرخشد. پس تبدیل جرم به انرژی منبع ممکنی است، ولی بعدها پی بردیم که این رقم بی اندازه بزرگ است، چون خورشید می تواند تنها 1/10 جرمش را به انرژی بترادیسد. در این میان اختر فیزیکدانان با مطالعه بیناب یا طیف نور خورشید توانستند ترکیب شیمیایی خورشید را تعیین کنند. بنابراین پی بردیم که 90% خورشید از هیدروژن است، 9% آن از هیلیوم و 1% آن از بقیه عنصرهای شیمیایی. فیزیکدان فرانسوی ژان پرن در سال 1919 و فیزیکدان انگلیسی آرتور ادینگتون در سال 1920 پیشنهاد کردند که انرژی خورشید ممکن است از تبدیل اتم‌های هیدروژن به هلیوم باشد. ولی چطور؟ اگر قرار باشد هیدروژن به هلیوم تبدیل شود، باید هسته‌های هیدروژن در هم فرو روند و هسته‌های هلیوم را به وجود آورند. ولی این با مسئله‌ای روبرو می‌شود. در دمای میلیون‌ها درجه درون خورشید از اتم‌ها فقط هسته آنها باقی می‌ماند، زیرا الکترون‌های مداری کنده می‌شوند و در محیط پراکنده‌اند. هسته هیدروژن از یک پروتون تشکیل شده که دارای بار برقی مثبت است. پروتون‌ها وقتی به هم نزدیک می‌شوند، چون هر دو بار مثبت دارند، یکدیگر را واپس می‌زنند و نمی‌توانند در هم فرو روند. پس چگونه هیدروژن می‌تواند به هلیوم تبدیل شود؟ گیورگی گاموف، فیزیکدان روسی که به آمریکا مهاجرت کرده بود، در سال 1928 نشان داد که اگر پروتون‌ها بسیار به هم نزدیک شوند، بنابر قانون‌های کوانتوم مکانیک احتمال دارد از سد نیروی وازنش میان آنها بگذرند و به هم با هم یکی شوند. اگر بخوایم کوتاه کنیم، سرانجام در سال 1939 فیزیکدان آلمانی هانس بته که به آمریکا مهاجرت کرده بود توانست پرده از راز تابش خورشید بردارد، زیرا توانست با کشف واکنش‌های هسته‌ای که زنجیره پروتون پروتون نام دارد منشأ انرژی خورشید را توضیح دهد. هانس بته به این سبب جایزه نوبل فیزیک را در سال 1967 دریافت کرد. اکنون خواهم کوشید فراروند تولید انرژی خورشید را به زبانی ساده بیان کنم. در مرکز خورشید دما 15 میلیون درجه سانتیگراد است. در آنجا فشار و چگالی بسیارند و پروتون‌ها با سرعت بسیار حرکت می‌کنند.
سرعت پروتون ها چنان زیاد است که آنها می توانند بسیار به هم نزدیک شوند، یعنی بر نیروی وازنش میان بارهای مثبت چیره شوند و در هم فرو روند. در هم فرو رفتن و یکی شدن ذره ها در فیزیک را در فرانسه فوزیون و در انگلیسی فیوژن می گویند. در فارسی به آن پیوند گفتند که درست نیست. از این گذشته واژه پیوند برای بسیاری چیزهای گوناگون به کار می رود. باید برای فیزیون ترم مناسبی داشته باشیم. من به فوزیون ایوش می گویم. اسم مستر از ایویدن به معنای یکی شدن، از ایو که صورت دیگری است از واژه یک، از پهلوی ایو، ایوک، یک، در بلوچی هیوک، در فارسی باستان اوستایی ایو. به فیزیک بازگردیم. فوزیون یا ایوش هیدروژن به هلیوم در سه مرحله انجام می‌گیرد، چنان که در این تصویر می‌بینید. گلوله‌های سرخ رنگ پروتون‌ها را نشان می‌دهند. در مرحله یکم بالا سمت چپ دو پروتون که دو هسته اتم هیدروژنند در هم فرو می‌روند و سه چیز به وجود می‌آورند. یک هسته دوتریوم که از یک پروتون و یک نوترون درست شده، یک الکترون مثبت یا پوزیترون که به رنگ آبی است و یک ذره نوترینو. در مرحله دوم دوتریوم با یک ذره پروتون دیگر در هم فرو می روند و دو چیز به وجود می آورند، یک هسته هلیوم 3 و یک پرتو گاما. همین پرتوهای گاما هستند که هزاران سال بعد با خارج شدن از خورشید نور خورشید را به وجود می آورند. در مرحله سوم این هلیوم 3 با یک ذره هلیوم 3 دیگری که به همین صورت به وجود آمده می ایوند، یعنی در هم فرو می روند و یکی می شوند و هلیوم 4 را به وجود می آورند که از دو پروتون و دو نوترون درست شده است و در ضمن دو پروتون آزاد می کنند که به محیط باز می گردند. خلاصه کنیم، در این فراروند ایوش 4 پروتون به یک هسته هلیوم 4 تبدیل می شوند و این منبع سوخت هیدروژن است. وقتی جرم هلیوم نهایی را با جرم مجموع 4 پروتون مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که جرم هلیوم کمتر از جرم مجموع آن 4 پروتون است. یعنی در این فراروند 7000م جرم 4 پروتون از میان رفته است. در واقع از میان نرفته. این تفاوت جرم همان است که پرتوهای گاما را به وجود آورده است که نور خورشید خواهد شد. به سخن دیگر در فراروند فوزیون یا ایوش هیدروژن خورشید مقداری از جرم خود را از دست می‌دهد. این جرم از دست رفته 4,200,000 تن در ثانیه است. یعنی خورشید برای درخشیدن هر ثانیه بیش از 4,000,000 تن از جرمش را از دست می‌دهد و نزدیک به 5 میلیارد سال است که به این کار مشغول است و این کار را تا 5 میلیارد سال دیگر انجام خواهد داد. وقت ما به پایان رسید. 5 میلیارد سال دیگر سوخت هیدروژن خورشید به پایان خواهد رسید، ولی خورشید از میان نخواهد رفت. دستخوش دگرگونی های بسیار خواهد شد و سوخت خود را تغییر خواهد داد که داستانی دیگر دارد، ولی به هر حال کره زمین آتش خواهد گرفت و زیست از آن رخ برخواهد بست.